مای گاد، دوباره رمیلی، دوباره رمیلی. بچه ها دیگه این چند روز شدم قاتل این بشر. بله رفقا، یک لوکال ایران، نفر 46 دنیا با کاپ 2883. این ویدیو واقعا حتی از ویدیوی دیروزم بهتر بود، اصلا دستش نید. درود رفقای عزیز، به چنل خودتون بسیار خوش اومدید. قراره که توی همین ویدیو براتون 2900 کاپ رو بزنم. بچه من یه منفی به شدت عجیب، البته هنوزم جبرانش نکردم، زدم بچه ها تا نزدیکای کاپ 2350، یعنی حدود 560 منفی زدم. بچه ها شما فکر کنید من تقریبا 2850 بودم، شدم 2300، یعنی واقعا دیگه از این بدتر نمیشد. امروز خیلی درگیر پوشکاپ بودم، هنوزم هستم، هنوز جبران نکردم. الان کاپ 2800 تا هستیم و با هم دیگه میخواییم 2900 تا رو بزنیم. لایک ویدیو رو فراموش نکنید، همطور که مشاهده میکنید هنوز 2700 هم نشدم بچه ها. دارم جبران میکنم منفیا رو، میگم از 2850 به ایه همچین کاپی رسیدم که واقعا عجیب بود، خیلی عجیب بود. و درسته هنوز 10-11 روز از سیزن مونده، ولی من از منفی متنفرم، چه اول سیزن میخواد باشه، چه وسطش، چه مخصوصا آخرش. یعنی واقعا منفی زدن تو یه جورایی کت من نمیره. این هم بهتون بگم، منفی من فقط باعثش اینترنت بود. بتلی که برای کاپ 2900 میخواستم به یه پلیری خوردم که اصلا تو حالت عادی امکان نداشت منو ببره، امکان نداشت، ولی سر اینترنت من یه ثانیه اینترنت ضعیف شد و اونجا دیگه کارو تموم کرد. به هپی رامر یه همش نیست بیداره به اون خوردم، تو فرندیس هم دارمش. بچه یه بارم بهش ریاکت رفتم بچه، یعنی به اون ترکیب توالت عادی خودشو میکشتم نمیتونست منده بزنه، ولی سر یه این مشکل اینترنتی نشد که اون بازی رو ببریم. و دیگه بعدش رفتم تو منفی به شدت سنگین و تا کاپ 2350 هم حتی رفته بودم، ولی خب دیگه برگردوندم و باید بچه یه خورده صدام اگه چیز میاد سر اینه که خیلی اصلا خورده بچه ها. یعنی واقعا سر اینترنت من منفی زدم، هیچ اگه من میباختم به حریفم جوان مردانه میباختم اصلا برا مهم نبود، خودتون منو میشناسید، ولی سر مسائلی که واقعا مربوط به من نمیشه و دیگه یه چیزی ابتدایی ترین چیز ممکنه من منفی زدم، اون منو اصلا خیلی خورد کرد. و همچنان البته تو منفی هم 2890 اینا بودم بچه ها، یعنی 10 تا دونه تا 2900 تا میخواستم. خب به هر حال دیگه گذشت. رفقا لایک ویدیو رو بکوبید، به من انرژی بدید. این روزا بیشتر از هر لحظه به انرژی شما احتیاج دارم که بتونم دوباره از پس این سیزن بر بیام و رنگ خفن بزنم مثل سیزن گذشته. و مستلزم اینه که شما حمایت ها رو اصلا فراموش نکنید بچه. اوه چه غلط ها نتیبو. آها عروض میزنی باشه. فکر کنم ضربات بومبر حتی به تاورم بخوره، نه یه ضربه برتر بود بیزارد میخورد. نایت بیز یه اکانت دیگه هم بچه دارم پوش میکنم اونو، باورتون نمیشه اونم منفی هم. آخه اون از 2900 تا منفی هم تا الان 2400 هست، چقدر میشه؟ 500 تو اونی که اکانت هم آخه منفی هم بچه، اصلا بهش فکر میکنم دیوونه میشم.
تو هر دو اکانت منفی هم، تو هر دو اکانت هم فقط به خاطر مشکل اصلی اینترنت بود که منفی هم، مگر نه من اینقدر منفی نمیزنم دیگه بچه ها. اوکی فعلا سمت راست رو بمی کنم یه اروز. اوکی خب بریم دیگه ناکاوتش بکنیم بچه ها. یه بومبر سکامون، من فکر میکنم کارش تمومه. بله رفقا، فکر کنم 34 تا باید مثبت بگیرم، کاپش بالاتر از منه. بله مشخص بود، رسیدیم به کاپ 2300، در واقع برگشتیم به کاپ 2800، نرسیدیم به چیزی. و من فکر میکنم مثل سیزن گذشته، مثلا اگه 3600، سیزن گذشته 3700 تا کاپ زدم فکر کنم، 3680 تا اینا، بتونم یه همچین کاپی رو توی این سیزن تکرار بکنم بدون تردید تاپ 30 یا 20 خورده دونه تموم میشه، چون این سیزن 27 روزه است دیگه، اون سیزن 34 روز بود. او مای گاد، دوباره رمیلی بچه ها، دیگه این چند روز شدم قاتل این بشر. چند بار تا قبل از این دفعه بهش خوردم، این دفعه متاسفانه برای اون البته کاپش خیلی ازم بالاتر، یعنی حتی اگه منو ببرم چیز خاصی نصیبش نمیشه، شاید 20 تا شاید 19 تا اینا بیشتر نگیره، ولی اگه من ببرم داستان خیلی متفاوت میشه، چیزی حدود 40 تا قرار مثبت بده من اگه ببرمش. تا این لحظه رمیلی تو این سیزن دو سه بار تونیکیه کان بهم خورد، سه بار، یه چهار بارم توی تا این لحظه توی این اکان بهش خوردم، تا این لحظه 7 بار، 6 بار من بردمش، حتی یه بارم بهش نباختم توی این سیزن. لطفاً حتی یک درصد فکر نکنین ترکیبش خدایی نکرده برای من مشکل ساز نیست، این ترکیب از سخت‌ترین ورژن های ممکنه، این ترکیب از سخت‌ترین ورژن های ممکنه بچه ها. برای من بلدم چی رمیلی رو بزنم بچه ها، بلدشم، از قدیم الایام من رمیلی رو همیشه میزدمش، یکی رمیلیه یکی هم وایپر، این دوتا بچه ها خوراکای منن، یعنی هر بار بهشون میخورم یعنی بدون استرس بازی میکنم همیشه. اویاسو هم یه همچی شرایطی داره، هر بار بهش میخورم مثلا خیالم راحته. گریویارد تنها رو میریم برای تابر سمت راست و اوکی بسیار عادی. او نه سرویس، واقعا هیچ کس تو دنیا مثل رمیلی نمیتونه با درایل بازی بکنه، هیچ کس. خب یه فرصت حمله باید برای خودم بسازم، از این حرکت های ریسکی، با ریسک خیلی بالا جانم به این دمیج. اوف یه 40 تا الان میخوام ازش بگیرم، چه حالی بده. آها بچه ها میخواستم تو بچه دو گذاشتی یه اسمی بهتون بگم که بهش باختم، هپی رامبا بود بچه اسمش، فیفا نیستم دارمش، یعنی یه قدمی 2900 بهش باختم و منفی زدم و اینجا تمام بچه ها، تمام. یکی از ایزی ترین بتل های عمرم بود. واقعا رمیلی بچه ها فری وینه برای من. 2000 دیگه میشه گفت دیگه تقریبا برگشتم، 56 دنیاییم، بیریم برای 2900 تا، چیزی جز 2900 تا منو نمیتونه راضی نگه داره. سکام اگه البته بتونم توی همین ویدیو 2900 رو بزنم براتون، سکام فردا میارم که دیگه عشق بکنید بچه ها.
هنوز به سیزن خیلی مونده ها، چیزی حدود 10 روز باقی مونده و الان هر کی رنکی که دنیاست ندیدم، چک نکردم، ممکنه اصلا تاپ 200 زدنش هم تضمین شده نباشه. بچه‌ها هیچ چیزی تا 24 ساعت آخر سیزن تضمین شده نیست، حتی تا اون موقع هم چیزی تضمین شده نیستش. بچه‌ها خیلی کلش رویال جالب از این نظر، هیچ کس نمیتونه جایگاهش رو تضمین بکنه. مثلا ممکنه من مثلا دارم بهتون میگم شب آخر سیزن بیام جزء 5 نفر برتر جهان قرار بگیرم، بعد صبح منفی بزنم، هیچ، وای به این خوردم، وای بچه ها، بچه ها به این خوردم، وای ترکیبش خیلی زده، خدا گشت تا اینو برای من انداخت بچه ها، یعنی وای بدون بالون بچه ها. یکی از ترکیبایی که شاخ شد برای من همین ترکیبه، اون زمانی که با بالون بازی میکردم این ترکیب رویای این داشت که بار منو ببره. بچه ها این ترکیب عرض میکنم، نه این پلیر، این پلیر جدیده، اون موقع نبود اصلا. این ترکیب به خودی خود آرزوی اینو داشت که مثلا ترکیب ورژن اصلی منو بتونه ببره، ولی الان دیگه 180 درجه 360 درجه تغییر کرده. الان من یه جورایی میتونم بگم هدفم اینه که اینو ترکیبو شکست بدم. خیلی سخته، خیلی سخته. الان که تو پوشکاپم بچه ها، این که اون یکی اکانتم منفیه منو اذیت میکنه، اصلا تمرکز رو ازم یه جورایی گرفته که مثلا اینجا اوکی مثلا بیام 2900 تا اونجا رو چیکار کنم. خیلی عجیب شده این سیزن برای من، سخت و عجیب و طاقت فرسا یه جورایی داره برای من پیش میره این سیزن. تنها کاری که از شما برمیاد اینه که یه لایک بزنید برای من تا یه انرژی بگیرم. او خوب شد صفحه گوشی خاموش شد، دستم خورد اسکرین شات گرفتم. از الان شروع کرده اسپل زدن رو. نبینید بچه ها نمیشه، این یه دونه رو نمیشه کاری کرد. من شاید شانس پیروزیم جلو لاوا خیلی بیشتر از این باشه، خیلی خیلی بیشتر. حداقل من میدونم اگه اسپم بکنم مثلا بخوام از اشتباهات کوچیک حریف استفاده بکنم میتونم حتی تابر کینی تابر حریف رو بگیرم، ولی اینجا اصلا تابر که چرس کنم، نمیشه به تابر رسید اصلا. بچه این ترکیب واقعا اذیتم میکنه، وای اینم بهتون بگم اونیکی اکانت که من فیز دادم هیچ وقت یادم نمیره سر چی بود. اونیکی اکانت حالا اسمشو نمیگم، نباید بگم دیگه، 2880 تا کاپ داشتم 3 روز پیش. من 3 روز پیش 2880 تا تون اکانت کاپ داشتم، به پرینس خوردم، اسمش پرینسه که داره با هوگ اکسنادو بازی میکنه، همون ترکیب وایپر. بچه ها سر اینترنت اون بطل رو نباختم، ولی سر 4 دونه HP باختم، 4 دونه HP. و دیگه بعدش رفتم خیلی بچه، ببینید بچه تا این لحظه سیزن من خیلی با بدشانسی پیش رفته، خیلی زیاد با بدشانسی پیش رفته. این هم که اینجا حوز بالا بود شده به این لامصب خوردیم. بی خیال وای قد شد، وای میدونم قد شده، نه قد نشده. و چرا رفت؟
زیاد اصلا خود نمیشه چون میدونستم این بازی رو کنم میخواستم ببازم، ولی در کل زور نداره بچه ها این موضوع، فشار نمید دادم بخوره. فیلتر شکن خوبیه اوکیه، ولی دیگه قطع میشه یه حدیه. خیر سرم، حالا چیزشو خریدم، پریمیومشو خریدم، فیلتر شکن رو با کیف کارت پریمیومشو رفتم خریدم که اینجوری هم میخواد منو قطع میشه. اوکی بیم کن، من دفعه بعدی دفعه بعد همون میبینیم، سیزن هنوز خیلی مونده. چه بیمی هم میکنه خار لاوکر. خب بچه ها فشاری هم شدید عجیب غریب. ای کاش این سیزن اونو که اکانتا پوشته میکردم، یعنی ای کاش قبول نمیکردم، یعنی میدونی چی میگم، دو اکانته من سابقه شو دارم، مثلا من آخرین ماه 2021 سه اکانت رو همزمان تاپ 100 زدم، یکی 22 یکی 55 یکی هم 71. شما میتونید برید از رویال API ببینید. شما فکر کنید من اون سیزن سه تا، ولی الان دیگه واقعا نمیفهمم چطوری اون کار رو انجام دادم، درک این که اون موقع چطوری این کار رو انجام دادم و همین الان که برگشتم تاپلر بازم نمیتونم درک بکنم که چطوری شد که 2021 شد اونجور سال طلایی. سر همین میگم بچه با خودم رقابت کردن سخت‌ترین کار دنیاست برای من، هیچ کس نمیتونه به سختی رقابت کردن با خودم بخواد ظاهر بشه جلوم. اوکی مثلا من میتونم با همردهای خودم رقابت بکنم چیز اوکیه، ولی با خودم 2021 هم ورژن 2021 هم شاید حتی اگه این سیزن هم تاپ 20 بزنم بازم نمیتونم رقابت بکنم. خیلی عجیب بود 2021 برای من، خیلی عجیب، مثلا باید یه ویدیو راجعش بسازم که چه اتفاقاتی برای من 2021 افتاد که من 2021 اصلا یوتیوب نداشتم و همین الان دارم تو فش فکر میکنم، مغزم سوت میکشه، زبانم قاصر میشه از اینکه چی بگم راجع به اون موقعم و دیگه دارم تلاشم رو میکنم که بتونم حداقل به گرد پای خودم برسم اون موقعم. خیلی چیز عجیبیه ها. وای بچه بازم به این خوردم، بازم به این لامصب خوردم، باعث و بانی منفی من توی این اکانت بعد از اینترنت باعث و بانیش همین بود دیگه، من جلوی این اینترنتم رفت دیگه توی اون بتلی که هیچ وقت یادم نمیره، دیشب بود پریشب بود منفی بعدی زدم بچه ها. و هپی رامبا بچه ها گیم پلیش خوب نیست، همینجوری کارت پشت سرم میزنه، نگاه اصلا گیم پلی نداره، فقط نمیدونم چطوری منو برد. نمازی تمام جی جی. بتل پیش اون بتلی که دارم در برش صحبت میکنم دقیقا هم اتفاق افتاد، اینجوری داشتم اذیتش میکردم اول کار، همین دقیقا همین بلا رو سرش رو بردم تو اون بتلم، ولی خب سر اینترنت بود که آخرین ثانیه ها برل حریف رو نتونستم، یعنی اروزم رو زدم رو برلش ولی آن تایم نیفتاد، اروز بعد 3 ثانیه افتاد و دیگه کار تموم شد. نکشه بچه دارک ای لعنت، ای کاش توندو نمیزدم، دوره خیلی اکسیرم تحلیل میره واقعا.
وای 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 بزن جون من اسکلس میسس او نه او نه او نه او نه او شیت او شیت چقدر بدشانسی چقدر بدشانسی ناموسن بیخیال بیا حالا همینمون مونده بود که به سیمایی بخوریم که 110 20 کاپش ازم پایین تره 110 20 پایین تره چی میشه گفت آخه دیگه واقعا سیمو 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 واقعا بهترین پکا بریج اسپم پلیر حال حاضر بازی کرش رویه توجه کنیم گفتم پکا بریج اسپم پکا رم که خب ایسیه نگاه بسه جدو البته پکا باید همجوری بازی بکنه من میگم نگاه منظورم اینه که کار من چرا سخت شدش تا یه فچا سری تونادو بزن تا ایرو دیگه ایروز هم اشتباه زدم سیمو این سیزن اولین بارمون رو به هم دیگه خوردیم بچه ها سیزن گذشته یه بار رو هم خوردیم که بردمش کنونر چقدر وحشیه گیمپدش خوبه حالا جدای از اینکه یه خورده باش مشکل دارم تو توییتر اینا باش بحثم شده جدای از این حرفا خیلی گیمپلی تمیزی داره باید واقع بین باشیم اوکی واقعا راه دیگه ای ندارم باید سریع حمله ما انجام بدم تورنادو جونم تورنادو خب حالا باید برم تو دفاع نایت او نه او نه عالی یه لحظه بچه ها گفتم کارم الان تمومه تمام جی 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 اس خب رفقای اکسپو باز چنلمون دیگه نیاز به معرفی نیست آرشر مستر که قریب به یقین همه تون میشناسید این پلیر رو اوکی روز دیگه الان در حال حاضر بهترین پلیر این ترکیب بچه ها بدون تردید آرچر مستر داره تو بالاترین سطح ممکن با ایکس بازی میکنه تازگی ها ایکس بو دیگه واقعا نمیتونه جلو من دقون بیاره قبلا ها یکی از ترکیبایی که خدا خدا میشدم هیچ وقت بهم نخوره و از صفحه روزگار حذف بشه همین ترکیب ایکس بو بود ولی با اضافه کردن نایت و مخصوصا ایولوشن شدنش خب ترکیبم جلوی ترکیب زمینی بهتر شد دیگه طبیعتا
البته این گارانتی نیست که بخوایم بازی رو ببرم، و خودتون هم خوب میدونید که توی تاپ لدر هر چیزی ممکنه. الان فکر میکنید من به هپی رامبا ببازم؟ یه دقیقه اولش رو ببینید، بعد چشتون رو ببندید، حافظتون رو پاک بکنید، بگید اوکی محفظ رو 100% قرار بازی رو ببره. ولی چه اتفاقی افتاده، بازی رو چطوری بارگذار کردم به هپی رامبا؟ من خودم به هپی رامبا دو سه بار ریاکت رفتم، فکر کنم یادتونم باشه. یکی دنیا شده بود بچه ها. یه روز یه جوری بزنم که اوکی پکار. زهره ولی چه خوابم بود. او نه بومبر تکامل با یه ضربه کارو در میاره. ایوونایز شاید تستا بزنه که نزد. ما پکا رو میزنیم. ایویز اوکش هیچی نزد. فقط پکا بلا فاصل دارک سیار آلی. گرویار تمام جی جی. یه بچه خیلی خوب جلوی لیمونتری 68 چیز آرشر مستر لیمونتری 68 از کجا اومد؟ 2850 تا چی میگه این سی سیه Yeah.
Ha ha ha!